می‌دونیم که یک پیس یک توتی از اینی قسمت عضله مایکارد ما شما می‌گیریم. یک قسمت از عضله مایکارد ما شما می‌گیریم. فکر کنین اینجا یک حجره قلبی است. کمی کلان بالا می‌فهمم میره نشته کنم. می‌خوام این رو پاک کنم. این ان شاء الله شما آلید تصویر داشتین در ذهنتون گرفتین. شما در ذهنی رو گرفتین. فکر کنین یک حجره قلبی رو ما شما اینجا رسم میکنیم. این حجره قلبی توسط یک داکت وصل است به حجره قلبی بعدی. این حجره قلبی توسط یک داکت وصل است به حجره قلبی بعدی. در حالت نرمال این حجره در حالت رستینگ است، در حالت استراحت است، هیچ نوع جریان برقی موجود نیست. البته در ECG ما جریان برقی سطح حجره را ثبت میکنیم. اتوال یادآوری میکنیم که سطح حجره مثبت 4 است، مثبت 4 است، مثبت 4 است، مثبت 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 مثبت. این سطح حجره مثبت 4 است، مثبت 4 است، مثبت 4 است، مثبت 4 است، مثبت. این سطح حجره مثبت 4 است، مثبت 4 است، مثبت 4 است، مثبت. حالا شما اگه فکر کنید که اگر یک بیتری باشه، هر دو 4 4 دو نهایت بیتری مثبت 4 داشته باشه و شما دو وایر یا دو لاین قرار بتین و معلوم کنین که برق موجود است، دقیقاً برق دیگه در اونجا موجود نیست. داخل حجره برای ما شما 4 چه منفی است. داخل حجره 4 چه منفی است، منفی منفی منفی. هیچ هم چیز موجود نیست. منفی است، منفی 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 است، منفی است، منفی است، منفی است، منفی. هیچ هم چیز چارج موجود نیست. رستینگ حالت است، یک حالت استراحت در حجره موجود است. هیچ حادثه ای موجود نیست. حالا فکر کنید اسینور سیاله تولید کنه، تولید کرده، ای به وینور آمده، آمده به عضله مایکارد، به حجرات مایکارد ای سیاله آمده. ما شما ایتو فرض کنیم که حجره در منفی 90 میلی ولت چارج در حالت استراحت است. وقتی که این حادثه صورت میگیره، یک سیاله میایه، یک جریان برقی میایه، یک نوع چینل ها را در اینجا باز میکنه که چینل ها چینل های سودیم است. سودیم شما میفهمین که چارج مثبت داره. ای سودیم است. ای سودیم آهسته داخل حجره میشه. این یک سودیم نیست، چندین صد هزار سودیم. وقتی که داخل چینل سودیم شد، داخل یک چیز میخوایم دیگه یادآوری کنم، چارج بیرون مثبت، چارج داخل منفی است. از خاطر تغییرات ایونیک زیادتر نیست، از خاطر موجودیت پروتین ها، گروپ های فاسفیت، گروپ های سلفیت است. در بیرون از حجره از نظر موجودیت ایون ها، بیرون حجره برای ما شما پوتاشیم کم است، قدرت خدایی است، خلقت خدایی، سودیم زیاد موجود هست. در داخل حجره پوتاشیم بسیار زیاد موجود است، سودیم بسیار کم است. آلی یک حادثه، یک جریان برقی ایجاد شده، یک سیاله موجود آمده، یک دکه ایجاد خورده، ایجاد باید چارج داخل شود. از نظر چارج کدام چارج باید داخل شود؟ اول داخل منفی است یا مثبت است؟ داخل منفی است. ببینید گپ بسیار مهم است، اینجا گپ های اساسی در اینجاست. داخل حجره منفی است یا مثبت؟ منفی است. خیلی چارج منفی باید داخل شود یا مثبت؟ چارج مثبت، چون منفی رو خود نمیذاره منفی که داخل بیاد. آیا ما در مثبت دو گزینه داریم، پتاشیم داخل شود یا سودیم داخل شود؟ چون در داخل پتاشیم خیلی زیاد است و سودیم مقدارش کم است و در بیرون سودیم خیلی زیاد است، از نظر غلظت، از نظر تفاوت چارج باید چارج مثبت داخل شود. از نظر غلظت، چون سودیم غلظتش اینجا کم و در بیرون زیاد است، سودیم باید داخل شود. وقتی که سودیم اینجا داخل میشه، از این چارج منفی، این چارج منفی آهسته آهسته به طرف مثبت شدن میره.
این چارج منفی آهسته آهسته به طرف مثبت شدن میره. شما فکر کنید که از منفی 90 این چارج آهسته آهسته میره و صفر میره، آب بشه مثلا کنه این چارج منفی 90 میرسه به منفی 70 و یا بلندتر آهسته آهسته میره. وقتی که اینجا میره دروازه دیگه اجست شده، دروازه دیگه اجست شده کود منفی 70 چارج خود به خودی باز میشه و این دروازه به نام فست سودیم چینل است. یعنی به این مانا که مقدار زیاد سودیم، به حد زیاد سودیم، به حد زیاد سودیم داخل می سازد، مگر بسیار به سرعت. وقتی که سودیم داخل شده میره، طبیعی است که این چارجی که منفی 90 میلی ولت بوده، آهسته آهسته به طرف مثبت شدن که منفی 70، منفی 60 است رفته، آهسته آهسته این چارج به طرف مثبت شدن به بسیار سرعت پیش میره که در صفر درجه میرسه تا صفر که معترف مثبت میره. این دروازه به شکل عجز شده، من پس آن باز یک خیر تشریح میکنیم به نام فست سودیم چینل که در منفی صفر مثلا در صفر یا در مثبت تا مثبت ده این بسته شود، پس یعنی در منفی 70 باز شود، در مثبت ده یا صفر نزدیک مثبت 5 بسته شود، این بسته میشه. وقتی که بسته میشه مقدار کافی سودیم در داخل آمده، بسیار کافی، حال مقدار سودیم بسیار زیاد شده در داخل حجره، بسیار زیاد شده. اینجا آهسته آهسته پتاسیم لیک میشه، پتاسیمی که مقدار زیاد بود اینجا داخل آهسته آهسته به طرف مثبت شدن رفت، بیرون این داخل حال مثبت است، که وقت مثبت است چارج سودیم زیاد است، آیونی که باید بیرون بره آیون پتاسیم است. از خاطر از اینکه پتاسیم در بیرون کم است در داخل خیلی زیاد است و حال زمینه تغییر چارج ها مساعد شد، او آهسته آهسته خارج میشه. من میفهمم که کانفیوز کننده است. آهسته آهسته پتاسیم خارج میشه. وقتی که آهسته آهسته پتاسیم چون چارج مثبت است وقتی که خارج میشه، این آهسته آهسته به طرف پس منفی شدن میه. در همین حالت چینلای کلسیمی موجود است که آهسته آهسته داخل حجره میه که نمیگذاره که این چارج به طرف پایین بفته، به طرف منفی بیه. بعدش وقتی که این تا این سرحد میرسه به چارچا، بعدش چینلای بسیار فست پتاسیم است که خارج میشه و بسیار سرعت پتاسیم از اینجا خارج میسازه چون پتاسیم چارج مثبت است، پس این را به طرف منفی شدن میبره. این مسئله کمی کانفیوز است، کمی سخت است، اساسش نمیست. پس اون رو تشریح میکنیم که چرا مهم است برای ما. شما میبینید که به خاطر ایجاد جریان برقی اول بیو کیمیکال چینج ضرورت است. بیو کیمیکال چینج ضرورت است. بعد از بیو کیمیکال چینج، چینج چارج که در سطح حجره است او مهم است، یعنی الکتریکال. بعد از بیوکیمیکال چینج یک الکتریکال ایونت ایجاد میشه. بعد از الکتریکال ایونت بازی حجرات کانترکشن و یا ریلکسیشن میکنه که میگیم که میکانیکال ایونت ایجاد میشه. حالا ما شما در ابیو کیمیکال چینج هستیم. شما فکر کنین یک حجره قلبی در حالت عادی این حجره را میبینیم، بعدش که تزیم مقایسه میکنیم، داخلش چارجش منفی، بیرونش مثبت است. در داخل ایون پتاسیم زیاد، اجازه داشته میکنیم، در داخل ایون پتاسیم بسیار زیاد یا مثبت چارج داره، در بیرون ایون سودیم بسیار زیاد یا مثبت چارج داره، در داخل ایون سودیم بسیار کم، در بیرون ایون پتاسیم بسیار کم ای بسیار زیاد، هر دوش مثبت چارج داره. ای در یک چارج منفی 90 میلی ولت در رستینگ است. در بیرون کل چارج ها مثبت، در داخل کل چارج ها منفی. داخل چارچای منفی از موجودیت ایونهای مانند فاسفیت، سلفیت، پروتین، موجودیت از این هاست، نه از خاطر موجودیت پتاسیم. پتاسیم چارچی مثبت دارد
بس کسا فکر میکنن که در داخل حجره بعضی چارچهایی که منفی است یا از خاطر چارچ داخل حجره که منفی است خاطر پتاسیم است، در صورت که تو نیست، پتاسیم خودش چارچ مثبت است. بعدش یک حادثه، یک سیاله میاد، یک تنبیه میاد، یک جریان برقی، یک تنبیه موجود میشه. وقتی که تنبیه ایجاد میشه، سودیم داخل حجره میشه. وقتی که سودیم داخل حجره شد، چون چارچ مثبت داره، از منفی 90 میلی ولت ایره به طرف مثبت شدن میبره. به طرف مثبت شدن که میره، یعنی از منفی 90 کده منفی 80 مثبت تر است، منفی 70 مثبت تر است، ایره به طرف مثبت شدن میبره. وقتی که به طرف مثبت شدن برد، اینجا چینل های دیگه موجود است از سودیم، از چینل های دیگه موجود است از سودیم که ایرم به ایام دروازش واز میشه و به بسیار سرعت، که از این خاطر به نام فاست سودیم چینل است، اینها داخل میشه. اینی به نام سلو سودیم چینل است. به نام فاست سودیم چینل بسیار به سرعت مقدار زیادی سودیم اینجا داخل میشه. چرا سودیم داخل میشه؟ چرا پتاسیم داخل میشه؟ چون در داخل حجره سودیم کم است، چانس داخل شدنش است. چرا یک چارچ منفی داخل شده نمیتونه؟ چون داخل حجره خودش منفی است، باید چارچ مثبت داخل شود. از این خاطر سودیم داخل میشه و این به سرعت به طرف مثبت شدن میبره. مثلا مثبت 5 یا 0 تا مثبت 10، وقتی که میبره اینمی چینل سودیم وظیفهش تمام میشه، بسته میشه. وقتی که بسته میشه، پس کوشش میکنه به طرف منفی شدن برای. چرا؟ چون پتاسیم سلو پتاسیم لیک است، آهسته 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 پتاسیم خارج میشه. پتاسیم چارچ مثبت داره، وقتی که خارج میشه پس حجره را به طرف منفی شدن میبره داخل حجره را. مگر در اینمی مرحله چینل یا دروازه کلسیم واز میشه و آهسته آهسته که دو مثبت است، آهسته آهسته داخل میشه. از این خاطر این سفر نمیمونه که زیاد به طرف پایین، به سرعت به طرف پایین بره، تا یک مرحله دوام میکنه. بعدش در این ناحیه به نام فاست سودی پتاسیم چینل، فاست پتاسیم چینل آهسته آهسته خارج میشه. آهسته چرا؟ چون آل داخل حجره زیادتر مثبت شده، بیرون زیادتر منفی است، یکی از این چینل ها باید خارج شود. بعدش خارج میشه از پیش از اینا. این همین مرحله که این خارج میشه، پس این خارج میشه، پس این آستا آستا به طرفه. هم چینل سودیم بلاک شده، هم فاست سودیم بلاک است، هم آل کلسیم نیست، فاست پتاسیم خارج شده میره، خارج شده میره، حجره را به طرف منفی شدن میبره. اگر ما جدا جدا یک یک حجره نوشته کنیم، من فکر میکنم بهتر درک خواهد کردیم نسبت به این حالت. بعدش بازینی سطح حجره چارچش تغییر میکنه، سطح حجره چارچش تغییر میکنه. وقتی که این حادثه رخ میده، در سطح حجره چارچ یا الکتریکال ایونت ایجاد میشه، چارچ برقی تغییر میکنه. وقتی که چارچ برقی تغییر کرد، ما شما اون چارچ برقی را در ECG ثبت میکنیم.